انتخابات 5 آوریل در حالی در آستانه برگزاری است که نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای خروج از آن کشور تا پایان سال جاری میلادی آماده می شوند. نظامیان ناتو 13 سال است که برای مبارزه با تروریسم و کمک به دولت افغانستان در آن کشور مستقر هستند. اگر انتخابات با موفقیت برگزار شود، این نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در افغانستان است. در کابل از نخستین ساعات روز یکشنبه پرچم‌ها و پلاکارد‌ها به اهتزاز درآمدند. پوسترهای انتخاباتی نیز دیوارهای شهر را پوشاندند. در نخستین روز رقابت‌ها سیاستمداران شناخته شده از جمله عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق و اشرف غنی وزیر دارایی پیشین که نامزدهای مطرح این دوره هستند حضور فعال داشتند. پیام‌هایی که ما دریافت کردیم از سراسر کشور مبنی بر اراده قوی مردم ما برای وارد شدن به میدان رقابت‌های انتخاباتی بود و اینکه این حوادث تأثیری بالای رویشان نمی‌گذارد، اما به هر حال طبیعی است که سبب نگرانی دوستای ما و هوادارای ما خواهد شد. هنوز تصویر واضحی از سفارایی نیروها و حمایت احتمالی اقوام و قبایل افغان از کاندیداها به دست نیامده، اما اشرف غنی سیاستمدار پشتون و وزیر دارایی سابق نیز یکی از شانس‌های احتمالی مقام ریاست جمهوری است. این کمپاین مردم است. از این جهت ما باور دارم که امکان تقلب مردم ما اجازه نمی‌دهد. آقای غنی برای بالا بردن شانس خود و کسب حمایت سایر قبایل و اقوام افغان، جنرال عبدالرشید دوستم را به عنوان یکی از دو معاون خود برگزیده است. تصور بر این است که جنرال دوستم رأی قبایل ازبک را جذب کند. پیش بینی می شود انتخابات با دشواری‌های هم همراه باشد. هنوز بسیاری مسئولین برگزاری انتخابات 2009 را به تقلب در آرا متهم می کنند. مسائل امنیتی نیز موضوع بسیار مهم می خواهد بود، اما مردم خوشبین به نظر می رسند. این قدم را که دولت برداشته و جامعه جهانی استقبال می کنیم به شرط از اینکه یک انتخابات سالم و همه جانبه باشد که در این انتخابات مثل سالهای قبل تقلب نشه. هر شهروند افغانستان حق دارد که رأی قانونی خود را بده که پاچه خود را تعیین کنه، که به خاطر یک حکومت واقعیت باشه. احتمال می رود تعداد کاندیداها در طول مبارزات انتخاباتی کاهش یابد، زیرا به نظر نمی رسد که هیچ کدام بتوانند در مرحله نخست اکثریت قاطع آرا را به دست بیاورند. شیده رضایی، صدای آمریکا.